این نقاشی از احمد مرشدلو، یکی از معروفترین نقاشان ایرانی هنر معاصر. میگوید در این اثر جدایی قربانیان را بررسی کرده، با شک و تردیدهایشان و سرنوشت غیر قابل اجتنابشان. اثری سه قسمتی بدون عنوان، با ریزکاری های چشمگیرش که با خودکار سیاه بر روی مقوا ترسیم شده. تم اصلی آثار این نمایشگاه از بیش از 50 نقاش و هنرمند ایرانی صلح است، با عنوان صلح از ته دل هنر. این چیدمان از حروف انگلیسی در قالب کلمه پیس یا صلح در یک قفس آهنی و پرنده‌ای که از قفس پریده. میخواستم مخصوصاً کلمه صلح خیلی ناپیدا باشه، میخواستم خیلی به سختی توی قفس سیاه ببینینش، برای که آدم جهت فکرش معمولاً فقط همه چیز رو یه جور نگاه میکنه، از یه طرف نگاه میکنه، ولی دلم میخواست که مردم مجبور بشن که پرسپکتیوشون رو عوض کنن، جهت فکر و دیدشون رو سعی کنن عوض کنن، و اون وقت فقط اون موقع است که رنگ فیروزه‌ای خیلی زیبا و درخشان که برای من سمبل ایرانه، سمبل تفاهم و زیبایی و هرچی خوبه در ایران، فقط اون موقع میتونن اینو ببینن. و چیز دیگه هم میخواستم توضیح بدم اینه که این پرنده خیلی کوچیک و مظلوم ولی خیلی زیبا، اونم خیلی درخشانه، اونم رنگ فیروزه ایرانه و اون برای من سمبل خودمونه، سمبل امید و صلح و آزادی برامونه، و برای همین در قفس رو براش باز گذاشتم و برای خودش رفت. پرویز تناولی این نقاشی رو برای این نمایشگاه کشیده، پرنده صلح به سبک نقاشی معروف پیکاسو. زیرش نوشته شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. سرباز جهانی عنوان این اثر است از افشین نقونی، هنرمند ایرانی مقیم لندن. او میگوید هیچ چیز از دین و مذهب گرفته تا کشور و دموکراسی و آزادی توجیه کننده جنگ نیست. سربازا مگه کیا هستن؟ من و شما و فامیل ما هستیم دیگه، انسان، آدمای معمولی، آدمای عادی که اسلحه دست میگیریم و به طرف همدیگه شلیک میکنیم. اگر ما از کشیدن ماشو خودداری بکنیم، اگر ما اسلحه دست نگیریم، هیچ جنگی انجام نخواهد شد. این عکس سیاه و سفید از امیر حسین حشمتی هم نقدی است از کسانی که اسلحه به دست میگیرند. در زیر آن به نقل از مهاتما گاندی نوشته شده که میگوید اگر میخواهیم صلح در دنیا برقرار باشد، باید از بچه های من شروع کنیم. و این اثر دو قسمتی از یک آینه مهذب و یک شاخی صلح آینه نگاری شده، کاریست از نگار وارسته، الهام گرفته از قطع شعری معروف از سعدی. کلمه هنوز به نظر من یک کلمه‌ای که تو زمانش زمان حاله، ولی همواره مملو از امیده، یعنی امید و همراه داره. واسه همین هنوز رو گذاشتم وسط شعر سعدی، هی نوشتم، تکرار کردم، بنی آدم اعضای یک پیکرن، بنی آدم هنوز اعضای یک پیکرن، هنوز هنوز و بنی آدم هنوز اعضای یک پیکرن. اینو هی تکرار کردم اینو، که یعنی بگم هنوز جای امیدی هست که این صلح خدشه‌دار شده ترمیم بشه، التیام پیدا کنه. و اینم این علامت پیسم شیکوندم، یکی از دست علامت صلح، بله، شکسته شده، اینش یه ذره اومده پایین. اینم به علت اینه که همین صلح خدشه‌دار شده رو نشون میده که باز برمیگردیم به هنوز، یعنی میخوام بگم که کل این جریان هنوز قابل ترمیمه. بسیاری از هنرمندان اینجا به گفته کسی که این نمایشگاه را سازماندهی کرده، آثارشون را به سفارش نمایشگاه تهیه و آماده کردند. خواستیم مثل یه جرقه خیلی کوچیکی از امید، به خصوص برای مملکت خودمون، گفتیم بیایم یه نمایشگاهی درست کنیم که هنرمندای ایرانی بتونن افکارشون در رابطه با صلح درون، صلح بیرون، آرامش چجوری میبینن اینو. و خواست یه کاتالوگی آخر سر درست شد که فکر میکنم اگه مثلا هر آدمی از یه ملیت دیگه
ژاپنی، آمریکایی، هر جای دنیا، آلاسکایی، آرژانتینی برداره نگاه بکنه، میفهمه که بالاخره ته دل مردم ایران همونیه که همه مردم میخوان. این اثری از شادی مهسا که میگوید عنوانش را نیاز به پرواز گذاشته. او میگوید صدای صلح‌خواهانه زنان کمتر شنیده میشود و اغلب در قفس‌ها حبس شده. بهمن، هنرمند ایرانی مقیم نیویورک، میگوید این کارش را بهشت هسته‌ای نام گذاشته است. بمبی از صدها کاندو. من درباره سوژه صلح، نظر من بیشتر جنبه عرفانی داره، یعنی صلح و صفا برعکس جنگ و جدال، و این دو جنبه باعث شد که من برای این سوژه صلح، برای این نمایشگاه یه بوم انتخاب بکنم که در واقع برعکس صلحه. بهنام کامرانی میگوید این کارش با الهام از گفتگوهای 5+1 شکل گرفته. گفتگوهای ظاهراً بی پایان ایران و 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته ایران، موزلی که شاید تنها بتمن از عهده حلش بیاید. کسرا نجی، BBC، گالری اپرا، لندن.